سلام و وقتتان بخیر بیننده های خوب افغان بزنس و خاصتا بیننده های عزیز برنامه اقتصاد ما. امید که خوب و صحتمند باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. بازم در یک ساعت دیگر خدمت شما حضور پیدا کردیم با دو مهمانمان که انشالله در رابطه به موضوعی که انتخاب کردیم صحبت ها و تحلیل ها و گپ های مهمان های ما را در این یک ساعت با خود می داشته باشیم. در نیم ساعت ابتدایی برنامه اقتصاد ما می خواهیم در مورد کارکردهای 6 ماه اخیر جمعیت افغانی سرمیاشت میخواییم صحبت بکنیم که اقدامات و پلانهایی که در این اواخر در کل روی دست گرفته شده و در کنار اون پلانها و برنامه هایی که در آینده میخوان قرار است روی دست بگیرن چه چیزهایی است و دستاوردهایشان در چندین دهه اخیر تا به امروز چگونه بوده و ساحه فعالیتشان را میخواییم ارزیابی بکنیم با درک چالش ها و مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره. جمعیت افغانی سرمیاشت به کدام نقاط افغانستان دسترسی دارند و خدماتشان بیشتر متمرکز به چه است؟ انشالله تا نیم ساعت دیگر ما را تعقیب بکنین و بعد از اون دیدگاه ها و نظریات شما ها را از طریق صفحات اجتماعی با خود خواهیم داشت. در این خصوص جناب محترم آقای میرویس اکرم معاون جمعیت افغانی سرمیاشت با ما در استودیوی اقتصاد ما هستند و در ابتدا سلام، وقتتون بخیر. سلام به شما و سلام به بیننده های شما. ممنون آقای اکرم، بسیار زود شما را خوش آمدید میگیم. بیاین از اقدامات اخیر و 6 ماه اخیر جمعیت افغانی سرمیاشت صحبت بکنین که در این 6 ماه اخیر چه پلان ها و چه طرحهای جدید ریخته شد. خب تشکر از این که شما جمعیت سرمیاشت را میمان کردین، قسمی که شما خوبتر میفهمین. ارتباط رسانه ها همراه هر نهاد یک ارتباط لازم و ملزوم است که فعالیت های ما را شما انعکاس میتین و شما هم بهتر در جامعه شناخته میشین که فعالیت های و کارکرد های تمام مؤسسات شما جلا میتین. سرمیاشت یک نهاد خیری 85 سال است، زیادتر از 85 سال میشه که در افغانستان عرض اندام کرده. از امو خاطر در گذشته به نام جمعیت افغانی سرمیاشت مشهور بود، اما حال از چند سال به این طرف بعض افغان ها رو به نام هلال احمر میشناسن، در حالی که هر دوش یک نام است و از یک جمعیت نمایندگی میکنه و قانون ایجاب میکنه که در مملکت فقط یک جمعیت ملی وجود داشته باشد که این نهاد خیریه که ممد حکومت است و یک نهاد مستقل است و بی‌طرف است و عدم جانبدار است. قسمی که شما فرمودین که برای ما اجازه میده که ما بی‌طرفی و عدم جانبداری را با مراتش در نقاطی که دسترسی مشکل می باشه یا منازعات مسلحانه می باشه سرمیاشت به اون نقاط دسترسی داره و وظیفش کاهش آلام بشری است در نقاط دوردست، در جاهایی که رسیدگی برش مشکل می باشه. در این طول 6 ماه که ما مثلا می داریم به دوی سبر این فعالیت های خود براتون تقسیم کنیم، با نظر به پلان مالی سال گذشته براتون گفته می داریم که مربوط 6 ماه گذشته میشه و در این 2 ماه اخیر که از نگاه سال نو عیسوی که فعالیت ها را ما اجرا کردیم، این را براتون میتونم که به خدمت شما و بیننده های شما تقدیم کنم. در قسمت فعالیت های سال گذشته ما اما ارقام عمده را که در ساحات مختلف ما کار کردیم این را براتون میتونم که ارائه کنم. ما مثلا در بخش خدمات صحی که فعالیت کردیم این را به طور عمده میتونیم که بگیم به 2 بخش بوده. یکی عرضه خدمات صحی که از آموزش خدمات اولیه یا کمک های اولیه گرفته تا کلینیک هایی که در سر تا سر افغانستان ما داریم که افغان ها از این خدمات مستفید میشن، آموزش های مختلف از حفظ و صحه می باشه و تداوی امراض می باشه، کمپین پولیو می باشه. به طور عموم در حدود 4.3 میلیون افغان از این خدمات مستفید شدن و بخش دیگه عمده خدمات صحی ما که بسیار زیاد باستاب میکنن شبد رسانه ها و در همه جای با اصطلاح ورد زبان شده و همه گی از او گپ میزنم، عبارت از تداوی سراخ قلب اطفال است که در افغانستان این مشکل سرتاسری است و در نقاط مختلف فعلا قابل ارزیابی و تثبیت است و اینا وقتی که قابل میان ما اینا را به مراکز صحی که 2 شفاخانه است به افغانستان و یک شفاخانه سومی هم پیدا شده که مریضها را میتونن که تداوی کنن، اما 60% ای اطفال به کشور هندوستان فرستاده میشه که تداوی و عملیات شوند و چون یک عملیات به کلی تخصصی است در افغانستان فعلا امکاناتش کم است،
فلحاظ ما مجبور هستیم که اینا را در کشور هند و دهلی با چند شفاخانه که امرای ما قرارداد داره و با اصطلاح در سه تخفیف قیمت ها امرای ما کمک کرده اونها رو اونجا میفرستیم. خیلی خوب، در ابتدا میخواییم در رابطه با ریسک های امنیتی و چالش های امنیتی که در جای جای افغانستان آقای اکرم وجود داره گپ بزنیم که مشکلات امنیتی به عاملی صدرای فعالیت های سرامیاش در افغانستان نبوده تا به امروز و چگونه برخورد صورت گرفته؟ خدمت شما عرض میکنیم، چون سرامیاش پابند هفت اصل است که از اون جمله بی‌طرفی و عدم جانبداری و استقلالیت ما که همیشه از سر ازی کار میکنیم، فضل خدا با ما اجازه میده که از چالش های امنیتی ما متاثر نمیشیم. خیلی خوب، یعنی چون سرامیاش میتونه که در نقاط مختلف با گروه های مسلح درگیر که در افغانستان وجود دارن مصروف است و با تفاهم جانبین سرامیاش و کارمندایش در نقاط مختلف افغانستان این فعالیت ها را پیش میبره. خیلی خوب، در مورد سوراخ قلب که شما از اون گپ زدین که 60% را شما به هندوستان میفرستین برای تداوی، بیان گپ بزنین که خانواده هایی که به شما مراجعه میکنن چگونه شما اینا را پیدا میکنین و چگونه با اینا صحبت میکنین و به چه طبق شرایط آماده تداوی و فرستادن اینا به بیرون از کشور هستین؟ خب سرامیاش از 10 سال به این طرف به می مشکل بشری شروع کرد با منیت صاف بشری و بشر دوستانه که سرامیاش داره و تمام کارمنداش در این کار دخیل بوده. این مشکل در ابتدا ارزیابیش بسیار آسان نبود، چون یک ایجاب میکرد که یک تخصص خاص دکترا برخوردار باشن. در ابتدا مشکل بود، اما فعلا تشخیصش سرتاسری شده و از نقاط مختلف فی افغانستان وقتی که اینا ارزیابی میشن و متوجه میشن که به این مشکل گرفتار هستن، اینا به کابل میان، به کابل به دو شفاخانه اینا فرستاده میشن تا معاینات قلبیشان تکمیل شود و بعد از تکمیل معاینات قلبیشان به سرامیاش رجوع میکنن و به نظر به لیست انتظار خود و نظر به وخامت هر مریض ما کوشش میکنیم که اینا را صنف بندی کنیم و تا حد امکان کوشش میکنیم که اینا را به زودترین فرصت روان کنیم. اما چون چالش عمده مالی سر امرایش رو بروستیم، یعنی تداوی یک طفل به کشور هندوستان در حدود 2500 تا 3000 دلار آمریکایی میشه و ما تانستیم که مثلا امی سال که گذشت زیادتر از 1700 طفل، 1750 طفل ما به کشور هندوستان روان کنیم که اگه این ما ضرب کنیم یک تقریبا در حدود 3 میلیون دلار میشه. بله. چه کسانی بیشتر شما را حمایت میکنن برای تکمیل بنیه های مالی تان؟ اگر از حکومت بخوایم صحبت بکنیم که حکومت با شما چقدر اهرب است و چقدر حمایت را برای هماهنگی بیشتر و تکامل بیشتر و حمایت از جمعیت الهلال احمر در کل روی دست میگیرن؟ تشکر از این سوالتان. برای که بسیاری افغان ها و همگی تقریبا در افغانستان از مشکل عمده سرامیاش خبر ندارن بل. که نظر به چوکات فعالیت های کاری ما واحد بودجوی دولت نیستیم، یعنی که سرامیاش از طرف دولت کدام بودجه خاص نمیگیره، مثل که هر وزارت شما میفهمید که بودجه خود معرفی میکنه و نظر به ضرورتش بودجهش سنجش میشه و از طرف دولت برشون کمک میشه. اما تمام تمویل مالی سرامیاش به دست خود سرامیاش است که یک سه زیادش ما از املاک و زمین هایی که برای سرامیاش وقف شده از او را به دست میاریم و یک سه تمویل ما از شرکای کاری ما صورت میگیره و در غیر از او رئیس جمهور افغانستان که حامی سرامیاش است 3 سال پیش به کشور هندوستان رفتن و از تقاضایی که با کشور هندوستان کردن، کشور هند حاضر شد که سال 1 میلیون دلار برای 5 سال به سرامیاش کمک کنه به شرطی که امی مریضایی که مبتلا به سوراخ قلب است اینا را ما به کشور هندوستان روان کنیم. یعنی بنیه مالی ما مربوط خود ما میشه، مربوط خود مرجع
دولتی افغانی ما کمک نمیشیم. آقای اکرم، با درک این که بنیه های مالی مربوط خود شماست و کسی شما را از مرجع دولتی حمایت و اسپانسر نمی کند، اگر حمایت در قبال شما بیشتر به وجود نیاید و دولت هم نخواهی یک بیداری را اختیار بکند، در کنار شما همکاری را روی دست بگیرد، آیا فعالیت های هلال احمر ادامه پیدا خواهد کرد با درک چالش های اقتصادی در تمام جاها متاسفانه امروز حکم فرما هست؟ بله، چون که سرمیاشت در هر مملکت یک جمعیت ملی وجود داره، فعلا 191 جمعیت ملی در سر تا سر دنیا وجود داره که اینا از تقریبا 100 سال از شروع فعالیت های هلال احمر یا صلیب سرخ که در ممالک اروپایی است زیادتر تقریبا 150 سال میشه. اینا از ظرف 150 سال به این طرف با پشتکاری که مبنی بر شفافیت و حسابدهی بوده، تانستن که یک اعتبار بین المللی خارق العاده را از خود برخوردار شوند و با همکاری و ظرفیت سازی ذات البینی که با خود دارن، اینا تانستن که همین قسم که جمعیت سرمیاشت افغانی از 15 سال به این طرف تقویه شده، ما ظرفیت سازی از 15 سال به این طرف که کردیم با شرکای کاری خود کردیم. یعنی در آینده هم از نگاه مالی، چون سرمیاشت و در گذشته شاه قبلی افغانستان یک مقدار زیاد زمین ها را برای سرمیاشت وقفه کرده، ما از این زمین ها بهره برداری میکنیم و یک سه بنیه مالی ما همی املاک ما میباشه که برای ما در آینده هم باعث از این میشه که پول بیه. و در غیر از او با قسم مثال براتون گفته میتونم که از همی دو سه سال به این طرف با بزل مسایی رئیس به جمهور افغانستان یا با رئیس به اجرایه که از کشور عربستان چندین میلیون دلار برای سرمیاشت کمک تقاضا کردن که در راستای سوراخ قلب می باشد، از این ما برخوردار شدیم. در غیر از او بعض جمعیت های ملی، مثلا در چند قبل جمعیت ملی هلال احمر کویت مبلغ 300 هزار دلار امریکایی یا 3 لک دلار امریکایی با ما کمک کرد تا این پول برای سوراخ قلب مصرف کنیم. یا مثلا بنیاد صلیب سرخ چین زیادتر از 100 تفل فعلا تداوی کرده. بسیار خوب، انشالله برمیگردیم. وقفی کوتاه رو ببینید و انشالله دوباره برمیگردیم در مورد عرضه خدمات صحی و تداوی امراض که آقای اکرم هم با اون اشاره کردن بیشتر در این مورد گپ خواهیم زد. ژوند برای لیتوب لپاره چټکتیا اړینه ده، نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلی او دوه برابره انټرنیټ لاسته راوړئ. د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3 اتاویا ته یې واستوئ. ستوری اتاتیا یو اتیا علامت نمبر ډهل کړئ او د خپلې خوښې کڅوړه وټاکئ. د اتصالاتو سره راتلونکی استاسه دی. نوشابه یکی از پرمصرفترین و خطرناکترین نوشیدنی ها در کشور است. نوشابه های گازدار به واسطه اسید فسفوریک موجود در آن حتی می تواند میخ را در خود حل کند و یا زنگ زدگی ها را از بین ببرد. هر قوطی نوشابه گازدار شیرین برابر به 10 قاشق چایخوری شکر روانی معده می کند. اتصالات ایران ته د اړیکو نیولو غوره باید درته وړاندې کوي. اوس کولای شي چې ایران کې خپل ملګرو او یا هم د کورنۍ غړو سره په ډیره ټیټه بیه هر دقیقه په 6.5 افغانۍ خبرې وکړئ. د فعالولو لپاره یو نوی ولیکئ او 3 اتاویاته یې واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز همدا اوس فعال کړئ. د غیر فعالولو لپاره PU فاصله یو نوی ولیکئ او 3 اتاویاته یې واستوئ. ورځنی لګښت 1 افغانۍ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. د
دوباره شما رو خوش آمدید میگم. در این قسمت اما قسم که پیش از وقت برای شما بیان کرده بودیم در مورد عرضه خدمات صحی و تداوی امراض میخواییم از زبان آقای میرویس اکرم معاون جمعیت افغانی سرمیاش بیشتر بفهمیم و صحبت بکنیم. شما در ابتدای صحبتهایتان از عرضه خدمات صحی و تداوی امراض گپ زدین، میشه در این مورد کمی روشنی بیندازین؟ بله، مثلا یک کار دیگه سرمیاش که قسمی که بازم برش خدمت تا نرس کردم در نقاطی که چالش پذیر است، مثلا بخش کمپین محو پولیو است. بله. که ما در ولایتی که میدانیم که چالش پولیو در اونجا زیادتر است، مثلا کنر است، پکتیا است، پکتیکا است، قندهار است، ننگرهار است، در این ساحات گروپ های مختلف سرمیاش جهت محو پولیو از چند سال به این طرف کار میکنن و فعلا هم به می فعالیت های خودان اینا ادامه میتن و دادن. دیگه فعالیت هایی که در بخش صحی ما داریم یک پروژه بسیار قدیمی است که از زیادتر از 28 سال به این طرف صورت میگیره که در این راستا سرمیاش فقط یک ممد است که به نام پروژه دهکده صلح است، که پروژه دهکده صلح امراض استخوان شکن را که اطفال به او مصاب است تشخیص میده و اینا را جهت تداوی به کشور جرمنی میفرسته، اما فقط مریضی استخوان شکن است. دیگه مریضی ها را سرمیاش توانش نداره که اونا را بفرستن و این تداوی استخوان شکن یک تداوی دوامدار است و مصرفش که اگر یک مثلا جرمنی به عهده خود نگیره سرمیاش هیچ وقت نمیتونه کی توان مالی داشته باشه تا یک طفل به یک کشور اروپایی روان کنه، مشکلات ویزه است و بعد پول تداوی شد. بله. در مورد بیجا شده های داخلی و تهدیداتی که از جناب خشکسالی متاسفانه در افغانستان وجود دارد بر اثر جنگ ها و بی خانمان شدن مردم افغانستان، اگر بخوایم صحبت بکنیم، کسانی که جای جایداد و خانه هایشون را از دست دادن، شما یعنی جمعیت هلال احمر افغانی برای حمایت و پوشش بیجا شدگان و جلوگیری از خشکسالی و مبارزه با خشکسالی چه اقداماتی رو روی دست گرفته؟ خب کار عمده سرمیاش عبارت از حمایت یا کاهش آلام بشری است، به خصوص مظلومینی که در اثر آفات طبیعی مثل برف کوچ، سیلاب یا خشکسالی یا منازعات جنگی بیجا میشن و با چالش های مختلف اینا روبرو میشن. در سال گذشته جمعیت هلال احمر برای 46 هزار خانواده در سر تا سر افغانستان مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع کرده. با. که سنجش که جمعیت هلال احمر میکنه و چوکات کاریش که ایجاب میکنه اینمیست که مواد خوراکی و غیر خوراکی امو ضروریات عمده را که یک بیچاره خانه خود از دست میده برش مرفوع شود. مثلا یک مثال بسیار دقیق براتون گفته میتونم که چند ماه قبل به یادتان است که به ولایت پنجشیر سیلاب آمد و در ولسوالی پیشغور 5 قریه متضرر شده بود. یعنی شما اگه به اون ولسوالی میرفتین یعنی تمام خانه ها را سیل برده بود. بله. کار که سرمیاش کرد در قدم اول اولین نهاد خیریه بود که در ساحه رسید و خیمه های سرمیاش بپا کرد. بله. که تانستن که طبقه اوناس در محرمیتی که ایجاب میکنه به اونجا در سرپناه شون و بعد مواد خوراکی و غیر خوراکی که رسید بر اونا توزیعات شد و این کمک هایی که براتون خدمتتون گفتم. بله. که برای 46 هزار خانواده است. ما وقتی که یک خانواده میگیم اعضای خانواده رو به 7 نفر حساب میکنیم. بله. یعنی به 46 هزار خانواده که ضرب 7 شود در حدود 450 هزار افغان از این کمک ها مستفید شدن. بله. که یک سه از این خانواده ها از اثر منازعات جنگی به جای شدن و یک سه دیگهشون به خصوص در اثر خشکسالی هایی که یک سه زیاد از ولایت افغانستان به او مصاب است متوجه شده. در این دو ماه اخیر سرمیاش توانست که در تنها در ولایت غور و در ولایت بادغیس و ولایت هرات برای 3080 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی با کمک شرکای کاری خود اینا را توزیع کرد. آقای اکرم، بین از ساحاتی که متاسفانه
بیامنیتی است. بیشتر گپ بزنیم. وقتی که در یک مکانی که جنگ است و گروه های مخالف حضور دارن و شما هم در اونجا حضور دارین و نیازمند است تا این که تداوی بکنین کسانی که زخمی شدگان هستن در اون ساعت، از اس فرستادن و یا این که سپردن اسرا بیاین گپ بزنین، تبادله اسرا، کسانی که زخمی میباشن، روابطتان با گروه های مخالف که از اونها اگر زخمی میشن و یا اگر نظامیان افغان زخمی میشن، در این مورد اگر روشنی بندازین چگونه یک وضعیتی است؟ یک فعالیتی که چند ماه قبل صورت گرفت در جنگ غزنی. جنگ غزنی روز جمعه صبح شروع شد و روز شنبه کارمندای سرمیاش دمرای رضاکارا اجازه فعالیت در شهر غزنی از طرف تمام گروه های مسلح درگیر گرفتن و برشان اجازه داده شد که فعالیت کنن، که این باعث شد که رضاکارای ما که راستی، یعنی اگر اجازه باشه که ما از اونها یک از صمیم قلب به نمایندگی سرمیاش از اونها ما تشکری کنم و هر وقت که درباره رضاکارای سرمیاش ما حرف میزنم عمل گلویم بخش شده با. یعنی از افتخار اشکای سر میکنه، چون که فعالیت های اینا رو ما از نزدیک دیدیم و اینا با انتقال زخمی ها، با انتقال اجساد کار میکنن و شما میدانین که در اون شرایط سخت که مشکلات هم وجود داره، مثلا چالش برق بود، چالش مواد طبی بود، اینا همی زخمی ها را با کمال افتخار انتقال دادن نه. و تبادله و سرا را که شما گفتین او کار است که به او کار صلیب سرخ مصروف است نه. اما در سه انتقال زخمی ها هر نه. زخمی که باشه که در ساحات جنگی اینا زخمی میشن، بعضی تعهدات وجود داره که ما این زخمی ها را انتقال میتیم به مون مراکزی که میفهمیم که به اصطلاح چالش پذیر نمی باشه، این زخمی ها را ما انتقال میتیم و اجساد یکی از کارهای عمده سرمیاش عبارت از یک پروگرام بسیار وسیع که ما او را به نام تبادله اجساد میگیم یا انتقال اجساد، که در سال گذشته جمعیت سرمیاش دانست که زیادتر از 1700، یعنی به طور دقیق 1700 تقریبا 1700 جسد اینا انتقال دادن که این اجساد میتونه که مثلا یک جسد بود که از ولسوالی آچین به طرف یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان انتقال داده شد که چندین روز در بر می‌گیره و تمام انتقال اجساد از طرف کارمندای سرمیاشت و رضاکارا صورت می‌گیره و چون ما پابند اصل بی‌طرفی و عدم جانبداری هستیم، این برای ما اجازه می‌ده که در ساحات که شما فرمودین که چالش پذیر امنیتی میباشه، ما در این ساحات فعالیت داشته باشیم و روزانه ما این فعالیت ها را بسیار خوب. اکرم از رضاکارانتان که بستین، تمام کسانی که بنوی در عرضه خدمات صحی و حضور در مکانهای ناام و بنوی امکار با جمعیت هلال احمر افغانی هستند، همه بنوی رضاکار هستند و اگر رضاکار هستند امتیازاتی ما یا تا حدی برایشان پرداخت میگرده یا خیر؟ خب رضاکاری یک کار است که امید تمام فعالیت های سرمیاشت یا صلیب سرخ بین المللی که وجود داره، اساس تمامی فعالیت ها بر سر رضاکاری استوار بود. یعنی می طرز فکری که چطور هلال احمر یا سرمیاش یا صلیب سرخ به وجود آمد فقط اساسش رضاکاری بود. یعنی فعلا در سر تا سر دنیا زیادتر از 15 میلیون رضاکار وجود داره که با جمعیت های ملی کار میکنن. در افغانستان زیادتر از 26 هزار رضاکار ما داریم که ما اینا را به نام ستون فقرات سرمیاشت حساب میکنیم. موجودیت اینا سرتاسری است. در 12 هزار قریه افغانستان در 302 ولسوالی این رضاکارا وجود داره و اینا آموزش های به خصوص میبینن، مثلا آگاهی دهی از ماین است یا در رسه حفظ و صحه است یا عرضه کمک های اولیه است و بعد از او در رسه انتقال اجساد اینا آموزش میبینن و از نگاه معاشه که شما فرمودین، وقتی که اینا در روزهای مخصوص با سرمیاشت با این کار میکنن، در سه انتقال مواد غذایی باشه یا در سه بعض فعالیت های صحی باشن، اینا یک معاشه که تجویز شده بر اونا داده میشه، اما معاش ماهوار که باشه
بر اونا داده نمیشه چون که اساسش سر رضاکاری است. برمیگردیم به درون ساختار سرمیاشت کمی گپ بزنیم که چه تغییراتی در ساختار سرمیاشت است و فساد یک محضر است آقای اکرم که در تمام ادارات حکومتی، مؤسسات انجوها و ناتایی که فعالیت و خدمت رسانی میکنن بدون شک وجود داره. فساد چقدر وجود داشت در سرمیاشت، چه برخورد صورت گرفت و چه مبارزه روی دست گرفتین و دستاوردهایتان برای مبارزه با فساد و عواملی که بنای میخوان خدشه‌دار بسازن روند فعالیت هلال احمر را از طریق فساد و بعضی مسائل دیگر چه بود؟ خب قسمی که شما فرمودین، افغانستان فساد یک مسئله عمومی است. وقتی که از 40 سال به این طرف تمام ساختارهای اداری، قضایی و سیاسی یک مملکت پایمال میشه، شما میفهمین که حسابدهی و شفافیت یک کار بسیار مشکل است. یعنی فساد اگر شما فکر کنین مثل یک بارانی که میباره به سر یک شهر، تمام خانه ها و تمام بام ها از اون متضرر میشه. بله. و در جمعیت هلال احمر اگر شما خودتان حضور بیارین، از 15 سال به این طرف کارکردهایی که در این راستا صورت گرفته، ما حسابدهی به مقابل شرکای کاری بین المللی خود داریم. یعنی اگر ارقام ما با قسم مخفی کنیم، شرکای کاری بین المللی ما او را حتما پیدا میکنند. برای اینکه اونا مدارک مختلف دارن که اینا را مقایسه میکنن و میفهمن. آیا عواملی هم بوده از قبیل فساد در گذشته‌های خیر؟ فساد در همیشه در هر جایی بوده. فساد در، اما ما موفقیت ما به این بوده که مثلا از این 15 سال به این طرف شما وقتی که موجودیت سرمیاشت که به سطح بین المللی ببینین، یکی از بهترین جمعیت های ملی آسیا به نظر صنف بندی شده و این صنف بندی که صورت میگیره از طرف خود جمعیت هلال احمر افغانی صورت نگرفته. این صنف بندی که صورت گرفته در سه کارهایی که سرمیاشت اجرا کرده از طرف مؤسسات بین المللی، فدریشن بین المللی و صلیب سرخ صورت میگیره که اونا در سه شفافیت و حسابدهی خود به سوی بین المللی یک شهرت خاص دارن. خیلی خوب. یعنی نظر به ارقام و آزمایش هایی که اونا انجام دادن و ارزیابی هایی که در راستای مختلف سرمیاشت اجرا کردن که ببینن که ظرفیت کاری سرمیاشت چقدر بلند رفته و کارکردش چقدر خوبتر پیشرفت کرده، فعلا از یک نظر بسیار مثبت اعلا برخوردار است. آقای اکرم، در یک دقیقه پایانی برنامه که باقی مونده، از پلان های آینده تان و تعهدات جدیدتان و اقداماتی که در آینده و سال آینده قرار است روی دست بگیرین، میشه در این یک دقیقه بیان بکنید؟ در اخیر تشکر از اینکه ما را مهمان کردید. ما در فکر از ایستیم که امی تعداد مریضایی را که به کشور هند فرستاده میشن، ما در صدد هستیم که یک شفاخانه تخصصی که پولش هم تقریبا رسیده، ما ایره در خود افغانستان تعمیرش ایجاد شده، جور شده، به نام شفاخانه بی بی فاطمه گیلانی مسما شده که در پل پاچا وجود داره. ما انشالله کوشش میکنیم که همین شفاخانه خود فعال بسازیم تا بتانیم که همین مریضا که به کشور هندستان میره یک سیش خود ما به اینجا تداوی کنیم و پول خود همین رایی که پیدا میشه به خود افغانستان مصرف شده و باقی ماندهش کوشش میکنیم که در سه عرضه خدمات یا مواد خوراکی و غیر خوراکی که برای مصدومین جنگ و خشکسالی است یک مقدار زیادتر به اونا بسیج بتیم و کوشش میکنیم که از نگاه مالی هم زیادتر خود کفاتر شویم و شرکای کاری خود کمک های مختلف برخوردار شویم و در آینده این پلان است. بله، خیلی ممنون جناب محترم آقای میرویس اکرم، معاون جمعیت افغانی سرمیاشت. بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و حضور پیدا کردین. تشکر از شما. سلامت باشین. ممنون شما. و تشکر از شما بیننده های گرانقدرم که حضور داشتین. بعد از وقفه برمیگردیم در رابطه با موضوع دیگر و مهمان دیگر با شما تا نیم ساعت دیگر حضور خواهیم داشت. اتصالات بهترین نرخ تماس با ایران را پیشکش می دارد. حالا شما می توانید با عزیزانتان در ایران با 6.5 افغانی فی دقیقه زنگ بزنید. برای فعال نمودن این پیشکش 91 را با 3378 پیام کنید.
عجله کنید. این پیشکش را همین حالا فعال سازید. برای غیر فعال نمودن PU فاصله 91 نوشته و به 3378 پیام نمایید. یک افغانی فیس روزانه قابل پرداخت می باشد. با اتصالات آینده از شماست.